خانم دکتر ناناز پیرنیا تحصیلات فوق لیسانس و دکترای خودشون رو از دانشگاه یو اس سی گرفتند و فوق تخصصشون رو در روانشناسی آموزشی از همین دانشگاه یو اس سی. متخصص در امور و مسائل زناشویی، خانوادگی، کودکان هستند و دارای گواهی ام اف تی، اگر اشتباه نکنم. بله، خانم دکتر پیرنیا هیپنوتراپیست هم هستند و متخصص درمان با یکی از جدیدترین شیوه های درمانی بایو فیدبک هستند که در این زمینه هم برای شما توضیح خواهند داد. مدت 22 سال است که به کار روان درمانی در شهر لس آنجلس مشغولند و از خانم دکتر پیرنیا در مدارس مختلف لس آنجلس و بیورلی هیلز برای مشاوره استفاده میکنند و همینطور برای رسیدگی به امور فرزندان و دانش آموزان ایرانی در این مدارس. ناناز پیرنیا اولین زن ایرانی است که عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی بیورلی هیلز بوده و از سوی همین اتاق بازرگانی به دریافت سیتیزن آف دی ایر اوارد مفتخر شده که یکی از نشانها و یا یکی از اواردهایی است که کمتر به غیر امریکایی ها داده میشه و شبیه که این جایزه رو به ناناز دادم بنده در اونجا بودم و بسیار افتخار کردم به این دوست عزیزمون. عضو هیئت مدیره میپل سنتر هستن. میپل سنتر مرکز مشاوره است که با بودجه خیلی کم و حتی گاه اوقات رایگان کسانی رو که امکانات مالی ندارند میبینند و معالجه میکنند. دکتر ناناز پیرنیا عضو انجمن بین المللی روانشناسان امریکا و روانشناسی آموزشی کالیفرنیا هستند و همینطور عضو روتری بیورلی هیلز. سمینارهای ایشون رو حتما در دفعات قبل شاهد بودید و در کنارشون بودید و امروز یکی از مهمترین به اعتقاد من سمینارهای دکتر ناناز پیرنیا رو شاهد خواهید بود، چون به دو مسئله بسیار بسیار مهم و اساسی که الان در جامعه ایرانی و بین خانواده‌های ایرانی رایج هست و در مورد اون کمتر در رسانه عمومی و به طور باز صحبت میشه، خانم دکتر ناناز پیرنیا و همکارانشون امروز با شما صحبت خواهند کرد. بنده هم در خدمتتون خواهم بود در بخش‌های دیگر برنامه و اگر توضیحاتی لازم باشه سپاسگزارم، در خدمتتون خواهیم بود. خانم دکتر ناناز پیرنیا. من قبل از اینی که برنامه صحبتم رو شروع بکنم، اول از همه میخواستم از اینی که شما از این سمینار آموزشی نمایشی اینقدر استقبال کردین و با جملات قشنگی که روی تلفن گذاشتین تشکر بکنم. برنامه خیلی پره و من سعی میکنم که مطالب رو تا اونجایی که میشه از طریق چارتهایی که آماده کردیم مرور کنیم که بعد وقت داشته باشیم برای سوال و جواب. ما هممون آرزوی رشد سالم و خوب برای بچه هامون داریم و امیدواری هممون اینه که بچه های 18 ساله خیلی مستقل و ایندیپندنت و خوشحالی رو به جامعه تحویل بدیم. متاسفانه به خصوص در قرن 21 و در این دهه که ما هستیم به خیلی علتها ما به مشکل برمیخوریم. یکی از علتهایی که به مشکل برمیخوریم اینه که ما والدین کنترلمون و نظم فکریمون و حال و روحیمون یک کمی خسته است و به هم خورده. خیلی گرفتار رفت و آمد هستیم به جای اینی که به خود عمق بچه و مسائلش وقت داشته باشیم برسیم. و یه مقداری هم متاسفانه میدیا تمام این مسائلی که روی اینترنت، روزنامه، مجله، موزیکای وقیح و وحشتناک، همه چیزایی که واقعا آدم فکر نمی‌کنه بچه تا 18 سال لازمه ببینه در دسترس بچه های ما هست. پس سوال ما این نیستش که آیا ما میشه بچه هامون اینا رو ببینن یا نه، سوال اینه که حالا که میبینن ما چجوری باشون حرف بزنیم. در نتیجه امشب شمایی که اینجا هستین سوال این نیستش که آیا بچه های من فکر میکنین اینو میدونن یا میبینن. من به شما قول میدم بچه های ما از ما بهتر میدونن،
از ما عاقل‌ترند، از ما، این آقا میگه بله، از ما سمارت‌ترند، از ما فست‌ترند. و ما باید با بچه هامون مکالمه رو شروع بکنیم و بهشون بگیم که چه چیزایی رو که دارن میبینن چه معنی میده و چجوری این اینفورمیشن رو که الان ما قرن اطلاعات هستیم یه جایی جاش بدن. بچه های ما بمباران اطلاعات اینفورمیشن از طریق تمام این میدیا هستن. برای همین our kids are tired, they are stressed out, they have a lot of anxiety و استراب. و اگر فکر میکنین که شماها خسته این، بچه هامون از ما خسته تر هستن. در نتیجه امروز با هم هستیم که به هم کمک کنیم. بچه ها خیلی خوششون اومده از حرفای ما. متاسفانه وقتی که صحبت از دیسیپلین میشه، که من به شما بگم تمام بحث امروز ما، تمام بحث پرنتینگ در دو کلمه است. در یه سمت دیسیپلینه، در یه سمت عشق و محبته. عشق و محبت هیچ ربطی به این نداره که بچه من وقتی پاشو زمین میزنه هرچی میخواد بگیره. در نتیجه یه مقدار زیادی این دیسیپلین و لاف و محبت برمیگرده به کنترل. خب ما الان در یه جامعه خیلی بی‌بندوباری هستیم که کنترلی ما نداریم. این کنترلی که ما نداریم، خانواده‌های ما هم یادتون باشه انقلاب شده، جابجا شدیم، زبونمون فرق می‌کنه، کارامون فرق می‌کنه، فرهنگمون فرق می‌کنه و این ارتباط نزدیک منظم خوشحال با هم یه مقداری یا از دست رفته یا داره از دست میره. باید هواشو کاملا داشته باشیم از امشب. یکی از دکترها به نام فیتسبرگر میگه که ما در دوران هکتیکنس داریم زندگی میکنیم. هکتیکنس یعنی کلافگی و گمی واقعا. و فقط سعی میکنیم بچه‌مون رو از یک کلاس به یک کلاس ببریم، بعد کارای خونه و غذا و تمیزی رو بکنیم، کلاسامونم بریم، بعد برگردیم اون بچه ها رو از اون یکی جا به اون جا ببریم، بعد برسیم به خونه. در نتیجه ما اگه سرویسی هم به بچه هامون داریم میدیم برای غذا و پوشاک و برای غذا به خصوص، هی میخوایم ببینیم چی میخورن. فقط نگران غذاییم و اینی که سرد و گرمشون نشه، کت دارن یا ندارن. مواظب باید باشیم. اینو امشب میخوایم عوضش بکنیم. به نظر من امشب یه موج جدیدی رو شروع میکنیم با هم از نحوه روابط خودمون با بچه هامون. این بچه هایی هم که اینجا نشستن، You guys are responsible to start communicating with your parents. They love you and they want to know how they should talk to you. And tonight we're teaching them. So after tonight, you guys can talk. یه کمی هم از این لحاظ چیز بکنیم، صحبت بکنیم که خونه های ما به خاطر طلاقای زیاد بچه هامون دو خونه ای شدن در خیلی از موارد. زن و مرد هر دو با هم کار میکنن بیرون خونه. بچه های ما رو غریبه ها یا بیبی سیترها نگه میدارن، کمتر دیگه فامیل داریم که نگه دارن و همه اینا کنترل ما رو دوباره به عنوان والدین کم میکنه و به تعلیم و تربیت بچه ها صدمه میزنه. یه مقداری هم پدرای ایرانی، حداقل اونایی که من میشناسم، خیلی گرفتار بیرون هستن و مدل پدراشون و پدر بزرگاشون و جد و آبادشون فکر میکنن که زن تو خونه است و مرد بیرونه، به هم کاری ندارن. نمیشه. اگه هر کی اینطوری فکر میکنه کادوشو بهش نمیدی. پدرای ما اگر در رابطه با تربیت و تعلیم بچه ها با همکاری هم همدست زناشون نشن، زنا در تربیت بچه هاشون تا 18 سالگی یه افتضاحی میکنن. اینطوری بگیم نمیشه، اصلا عملی، اصلا از احتش بر نمیایم. و من میدونم که خانوما گاهی روشون نمیشه به شما اینو بگن. قرار شده امشب من به سیم آخر زدم،
دیگه هر چی قراره بگم بگم. ما پدرای ایرانی خیلی دوست داریم، ولی من وقتی که باید یه پدر رو بیارم که حتی بهش جواب تست هوشی بچه‌شو بدم که به من انقدر پول دادن که بدونن بچه چه وضعی داره چه استعدادی داره، نمیان. و من تقریبا 99% پدرها رو کشیدم تو دفترم، 1% رو فیل کردم، ولی خیلی سخت بوده گاهی. آقایون عزیز، پدرها، خواهش میکنم در مسائل تعلیم و تربیت بچه ها این وافچین، به خاطر اینی که اگر که تعلیم و تربیت و مسئله دیسیپلین و محبت از روز اول تولد صورت نگیره، در تینیجری محاله که بتونیم به بچه هاتون نزدیک بشین. چون تینیجری که آدم این دفعه میگه به میخوای ماشین ورداری؟ میخوای بری پارتی؟ میخوای ساعت 12 بیای؟ بعد پدرها رو ما میکشیم وسط. اینجوری نمیشه. ولی یه خبر خوب بدم بهتون، از هر لحظه ای که شما تصمیم بگیرین که قانونای خونه رو با هم میخواین عوض کنین و پدر این واوه، فقط میشینین با بچه بشون میگین از این به بعد منم با مامانت هم دستم و این واوم، اون وقت انجام میشه. خوبی تعلیم و تربیت اینه که از هر جا جلوشو بگیریم منفعته. من سلایدهای تندی رو به شما نشون میدم. سلاید اول شرایطیه که اگر والدین داشته باشن ما تازه میتونیم به بچه هامون دیسیپلین و لاو رو بدیم. یعنی ما والدینی احتیاج داریم که اول از همه با هم صحبت بکنن. کامیونیکیشن is the key. کمیونیکیشن و مکالمه دو طرفه بین همه افراد خانواده مهمترین هدف یه زندگی خانوادگی جالب و خوشحاله. بچه های ما رو کپی میکنن، هر کاری میکنیم، اونی که میگیم نه، اونی که میکنیم کپی میکنن. در نتیجه مادر و پدرای خوشحال بچه خوشحال دارن، مادر و پدرای عصبانی بچه عصبانی دارن، مادر و پدرای دراگی بچه دراگی دارن، مادر و به همین ترتیب دیگه مثال نمیزنم. ما بزرگترین کمک رو به بچه هامون میکنیم وقتی که مدل خوشحال و سرحال و فعالی هستیم. و تحقیقات یک چیز خیلی عالی رو به ما نشون داده، خیلی همین تحقیقات تکرار شده در هاروارد، در پرینستون. پدر و مادرهایی که با بچه هاشون حرف میزنن، حتی اگه بچه ها pretend میکنن که they're not listening, they listen. هم برای مسائل جنسی هم برای مسائل تربیتی. بچه ها به اولین منبعی که تا 18 سالگی گوش میکنن اتفاقا ماها والدین هستیم. در نتیجه اینو از من واقعا تحقیقات خیلی زیادی اینو نشون داده که خبر خوشی هستش. قوانینی که میذاریم باید با تفاهم مادر و پدر با هم باشه. من ترجیح میدم یه قانونی هر چقدر بی‌معنیه نباشه تا اینی که یه رولی رو بذاریم ولی یکی بگه آره یکی بگه نه. ما تو اتاق خواب خودمون تصمیمامون رو میگیریم، به بچه اعلامش میکنیم. یکی از چیزهای دیگه اینه که تمام هدف زندگی اینه که در 10 سال اول بچه احساس خوب از خودش بکنه. Feeling good about yourself is the goal of the first 10 years of parenting. So how many of you are feeling good about yourself? Not the adults, the kids. When you feel good about yourself, you're going to have direction in life, you're going to be very successful in life. So the whole point of you for your first 10 years is to feel good about yourself. And if you don't feel very good about yourself, I'm Dr. Pirnia, I have an office practice in Beverly Hills, tell your mom to come. یکی از چیزهای دیگهی که مهمه اینه که پدر و مادرها با انرژی و خوشحال از تخت خواب پاشن. پدر و مادرهای انرژتیک و موفق و خوشحال و خیلی بیزی بچه های خوشحال و بیزی و موفق دارن. در نتیجه مواظب خودمون باشیم که اگه خوشحال نیستیم به دفتر دکتر پیرنیا رجوع کنیم. مسائل گذشته به قول دکتر هولاکویی در گذشته، خیلی خوشم میاد از این صحبتش. مسائل زندگی گذشته ما تو خانواده فامیلی آف اوریجین ما بهش میگیم FOO. یه کلاینت داشتم بهش میگه فو.
این مسائل هیچ ربطی به بچه ما و به شوهر ما و به زن ما نداره. اگر عقده‌ای، گرفتاری، ترسی، ناراحتی، خشمی از بابا و ماماناتون رو دارین، اینو باید یه کاریش بکنین که به صورت تنها حلش کنین. توی زندگی زناشویی که میاد تمام پرنتینگ و روابط شما با بچه هاتونو و با شوهر و زنتونو خراب میکنه و اینایی که من به شما میگم واقعا کلید موفقیت یه زندگی خوشحاله. در سلاید بعدی ما بعد از اینی که اون پدر و مادر متحد شدیم، حالا چند تا کار رو با بچه هامون باید انجام بدیم. تمام تعلیم و تربیت بچه ها در این چند تا خلاصه میشه و من به شما قول میدم اگر این چند تا کار رو از هر روزی که شروع بکنین، شما تو بیزنس پرنتینگ قرار گرفتین. اول از همه اینه که وجود بچه باید موجود باشه. We pay attention. We have to give our kids special attention. Special attention یعنی اینی که از در که میایم تو کتابچمونو میذاریم، سلفونم هم میذارم، بچه ها رو ماچ میکنیم، نگاهشون میکنیم. بعضی ها میگن بچه ها با ما ماچ نمیدن. شما کار خودتونو بکنین، توجه مخصوص رو به بچه میدین، چشم به چشم نگاه میکنه، جواب تلفنم نمیدین، این میشه special attention. special attention یه مقدار زیادیشم برمیگرده به اینی که در ایران ماها special attention نگرفتیم. special attention یعنی اینی که وجود بچه موجوده. ما در ایران بزرگا مهمتر از بچه ها بودن، دنیای بزرگا بود و ما هم اوکییم هممون، برای اینکه خب همه اینطوری بودیم و خیلی فک و فامیل داشتیم و وضعمون جور بود. در اینجا دنیای بچه هاست. This is the kids world. Kids are in charge. You like it so far? ببخشید من فارسی انگلیسی حرف میزنم برای اینکه بچه هم خسته نشن. در این دنیایی که دنیای بچه هاست، ما باید بهشون توجه بدیم و باهاشون وقت معنیدار بگذرونیم. وقت معنیدار برای پدر مادر ایرانی میرن کارواش، بعد میرن مارکت، بعد از لباسشویی لباسا رو میگیرن، بعد اگه خیلی هم بخوان وقت معنیدار صرف کنن مامانشون هم میرن میبینن. وقت معنیدار یعنی اینی که شما از اون بچه بپرسین اون میخواد چی کار بکنه. از امشب شما میرین با کامپیوتر بچه هاتون گیم بازی میکنین باهاشون. بلد نیستینا، یاد میگیرین. چرا؟ برای این که الان میدونیم با دستگاه بایو فیدبک و از اینی که نور از مغز میره که راجبش اگه وقتش صحبت میکنم، ما سلولای این نوروترانسمیترا که مثل یه وایره، مثل یه خط الکتریکی برقیه، این سلولا رو باید با ماهیچه‌های مغز هی باهاش بازی بکنیم. بازی‌های فکری که بچه‌ها میکنن، میبینین در آن واحد هزار تا چیزو میزنن. این بازی‌ها نشون دادن که این نقاط مغز رو به هم دائم وصل نگه میداره، انرژی میده و شما نه مموریتون کم میشه، نه الزایمر میگیرین، مگر اینکه ارثی باشه، و واقعاً به حافظه خودتون کمک میکنین. So from tonight, your parents are going to play Nintendo, Game Boy, and all your computer games to have a better memory. یه چیز دیگه هم بگم برای اینکه اگر هر وقت نمیدونین با بچه ها چی کار کنین، یادتون باشه که در LA Times قسمت کلندر تمام برنامه های یک ماه این شهر رو برای بچه ها و برای فامیلی نوشته. ازش استفاده بکنین که بدونین با بچه ها چی کار بکنیم. دیگه صبرتون نیست پلی ها رو ببینین. پلی وان، اکت وان. چیزی نمیشه که، ولی هیچ کس دیگه نبود، همه اومد رفتن. آها، آه میدونی من چند دفعه مامانم یادم رفته من اساسا مدرسه برداره. حالا یه ذره منتظر شدی، خبری نمیشه که. چیزی نشده از اینقدر غور زدن، اصلا مسئله اتفاق نیفتاده. چه خبر بود حالا مدرسه که این همه هول داشتی که زودتر بیای خونه؟
چیکاره کردی مدرسه؟ امتحان داشتی؟ مهم بود؟ درس بود؟ مرورقی بود؟ یه مشق و اینایی کردی؟ حالا یه ذره دیر رسیدم، خبری نمیشه که. چیه اونجا؟ اون چیه مادر؟ آه کیفت گذاشته بودی، نفهمیدم. ماما نگاه کن توی مدرسه چی شد؟ شیده جون، جونم سلام. چطوری دم سب کن؟ جونم، چطوری تو؟ مرسی برای دیشب، خیلی خوش گذشت. رو قربونت برم. آره دیدی، معلوم عمل کرده، تو چقدر ساده ای، داد میزن. ماما کن توی مدرسه آره چی شد؟ آره منم توشو کردم. ماما صبر کن یه دقیقه. تو ای گرفتم آره شاید گفته دفعه اول مجانیه بیبریم. منم میخوام بکنم. کسی از دفعه نمیخوام بفهمه ها، یه جوری باشه طبیعی. نگاه آره پشت چشمم میکنه. صبر کن یه دقیقه. بلندتر شرط جنب. من اصلا فرصت نمیکنم که یه دقیقه کار زندگی خودم پای تلفن با تو حرف بزنم. این بچه نمیذاره. بعد بهت زنگ میزنم. نگاه کن. آخ مواظب باش ماما، ناخونم رو خراب کردی تازه درست کردم. ولی مامان یه ایتی مدرسه گرفتم. خیلی خب، حالا چی بود اینقدر همین ازش؟ من یک کلمه با این خالت صحبت کنم، چه خبره؟ مامان توی مدرسه من امروز صبر کن ببینم. ماریا، ماریا جون بور فابور اونا ته پرمه مردم. You never listen. در صحنه‌ای که دیدین همه اون چیزایی که گفتیم، مکالمه دو طرفه، توجه مخصوص، وجود موجود، سر موقع، به موقع، به قول وفا کردن، خلاصه هر چیزی که یه شخصیت و یک احساس امن و امان و خوشحال و قراره به بار بیاره به هم خوردش. مادر اصلا جایی که نبود با این بچه و با احساسات بچه بود و به حرفاش اصلا گوش نمی کرد. ما اگر که رفتار مناسب و خوب بچه هامونو به واقعا به موقع تشویق نکنیم، اعتماد به نفس به بچه هامون رو ازشون می گیریم. Self confidence means special attention and encouragement and emotional support. So you tell your parents you want a lot of it. You all deserve it. Okay. در صحنه دوم رفتار مناسب مادر با بچه رو نگاه می‌کنیم. Play 1, Act 2. ببخشید دیر شد. معذرت می‌خوام، دیر اومدم دنبالت مادر. خیلی منتظر بودی؟ نه، برای اینکه میدونستم شما دیر میایین، برای اون رفتم با دوستان بازی. او قربونت برم، خوب کردی. ببخشید مادر. من تو این رادیو تا بگم کی مسئول کدوم آگهیه، بعد نمیدونم تهیه کننده مسئول این نیست، آگهی دهنده نمیخواد قبول بکنه، همسایه و شنونده و آدینس اینجا هیچ مسئولیتی ندارن، کلی طول کشید تا بیام دنبالت. به هر حال ببخشید نه اگه دیر شد. نه چه نه خبر بود مدرسه، چیکارا کردی؟ هیچی. ببخشید مادر یه دقیقه صبر کن. الو جونم شیده، چطوری؟ قربونت برم، خوب. آره خیلی خوش گذشت، خوب بود. آره آره یه دقیقه صبر کن. شیده جون الان من وسط برنامه با امیر هومورکاشو باش کار بکنم، میتونم بعدم بهت زنگ بزنم؟ آره منم فهمیدم، حالا بهت تلفن میکنم راجبش حرف بزنیم. قربونت برم. ببینم امیر چی کار کردی مادر؟ توی مدرسه چی کردی؟ قربونت برم، من ای گرفتم برای اینکه همه لغت ها رو خوب نوشتم. آفرین پسرم، من که میدونستم همیشه تو خیلی باهوشی. باریکلا قربونت برم، من دست درد نکنه. مامان یادت نره که گفتی هر وقتی که من یه ای بگیرم برای من یه ماشین برای کلکشن من میگیری. آفرین، میدونستم چقدر باهوشی. بهت افتخار میکنم امیر جون. معلومه که میخرم. پاشو تا وقت داریم بپری، من این ماشینی که بهت قول دادم برات بخرم که بدونی چقدر از کارات راضیم. آفرین پسرم. اینجا همه کارهایی که انجام شد، البته میدونین اینا به صورت مقداری فانتزی نمایش کوتاهه، ولی جدن وقتی که توجه مخصوص هست، وقتی که وقت میذاریم، بچه ها با آرامش به حرفای ما گوش میکنن. ما اول بچه هامونو باید خوشحال بکنیم تا بچه های ما به حرفای ما گوش کنن. بچه‌ای که خوشحال نیست و آزرده است محال به حرف کسی گوش بکنه، و بعد اون وقت در دوران تینیجری پی بک تایمش میشه برای ما پدر مادرها. در نتیجه کمک کنین که بچه هامون هر کاری که از دستتون میاد برای خوشحالی روزانه بچه هاتون انجام بدین.
کوتاهی نکنین، اصلا هم لوس نمیشن، خیلی هم برای آینده شون مؤثر قرار میگیره. در سلاید بعدی مراحل رشدی و از لحاظ جنسی، عاطفی، احساسی، فیزیکی، رفتاری تقسیم بندی کردم که بتونیم تونتون از روش بگذریم. اون خطی که پایین و صاف قرار گرفته خط والدینه، یعنی والدین یه خط صافی هستن که هیچ تکونی نمیخوره. همه میبینین این جدولو کم و بیش؟ برحال والدین یه خط صاف دارن، بچه ها شروع میکنن نزدیک ما به دنیا میان و تولد بچه اون خط بالاییه، ولی یواش یواش تا سن 12-13 یک بار یک جهشی ایجاد میشه، از 12-13 هم یک بار جهش بیشتری که This is the space between us and our children. Space is good. Iranian parents, they don't let go. Sometimes I have a not letting go syndrome, which I named it. به جای اینکه این خط اینطوری بره بالا، یه کمی نزدیک به ما گیر میکنه. ما هر وقت بچه‌مون برای هر کاری آماده است، بذاریم اون کارو دیگه انجام بده. اگر ما اون کارو براش انجام بدیم، من والدینی دارم که بچه‌هاشون رو هنوز قضا دهنش میکنن در 7 سالگی. نمیشه. شما هر وقت بچه‌ای هستش که توی تخت مامانش با مامانش میخوابه، باباش میره اتاق اون. شما میدونین مدل خوب از یک رابطه زناشویی برداشتن اینه که بچه ببینه که این مادر پدر با هم روابط عاشقانه بالا و خوبی دارن. در نتیجه این چیزای سنی که بالا میره، والدین اول از تولد تا 12-13 سالگی به عنوان مشاور بچه های ما هستن، یعنی با هم حرف میزنیم، بعد یواش یواش دوست ما میشن. So for our teenagers, your parents are your friends right now and you have to have a good relationship with them. همه جا مکالمه رو نوشتم رو این جدول، از روزی که بچه ها به دنیا میاد باشون حرف میزنیم تا 18 سالگی و بعد. بعضی وقتا شوهر من به من میگه تو زیادی داری با این بچه ها حرف میزنی، ولی من به شما قول میدم هر چقدر بهشون بگین از تجربه هاتون، از کارهایی که برای خودتون پیش اومده، درد دل براشون بکنین، عکساتون رو نشون بدین، خیلی با هم صمیمی میشین. در این جدول اول پدر و مادر کنترل کامل دارن، بعد کنترل قسمت میشه تو سن 12 سالگی، یواش یواش کنترل رو میدیم دست بچه هامون. بچه تا 18 سالگی وقت داره که بهش یاد بدیم تصمیماش رو بگیره، از کوچیک به بزرگ مسئولیت این تصمیم گیری ها و عواقبش رو خودش قبول بکنه و مسئول باشه در زندگیش. You teenagers, you need to be responsible, you need to make your decisions under the limitation and laws of the house, and you need to be able to accept the consequences for the decisions you make. This means adult. The difference between us and our kids is that we are supposed to be able to do this. البته ادالتی هم هستن که هنوز این کارو نمیکنن که باید شروع بکنن. محدوده و لیمیت رو والدین ما یه کمی بعضی وقتا قاطی میکنیم با هم. ما یه محدودهی بر اساس اعتقادات مذهبیمون، اعتقاد فرهنگیمون برای بچه، برای هر سنی که مشخص و فر باشه پیاده میکنیم. مادر و پدر با هم میشینن میگن این قانون این خونه است. توی اون قانون این پدر و مادر کمک میکنن بچه خودش بتونه مسئولیت این ساعتهاشو بذاره. من یه بار به یه خانومی گفتم که شما بچه وقتی که کار اشتباه میکنه باید بهش پنالتی بدی، جریمش کنی. این خانم وسط خیابون شلوغ، بچهش چون سیت بلت نمیبیده است، بچه 6 ساله رو پیاده کرده وسط خیابون. میدونی شما باید مواظب باشین که این پنالتی ها به سن و سال بچه، و بعدم ما نگفتیم بچه رو زهر ترک کنیم که از استراب و ترس بیاد پلیم، البته بر من خوبه، خب برمیگردیم،
ولی آخه این درست نیست. یا اینکه یه خانومی در خونه رو باز کرد، بچه رو گذاشت پشت در، در رو بست. خب میدونی این بچه واقعا تروما میگیره، ضربه روحی میگیره. مواظب باشین که یک پنالتی ایمیدیت فوری بر اساس یه موقعیتی که بچه یه چیزی ناراحتش میکنه اگه ازش بگیرین بهش میدین، بدون پنالتی و تشویق خیلی زیاد. هر وقت که بچه خوبه وای نستین که بچه یه کار بد کنه بگیم بده. مثلا الان این بچه ببین چه خوب اینجا نشسته، I'm so proud of you, you're gonna get your gift. یعنی هر وقت که بچه خوبه اصلا بی خودی بهش جایزه بدین. برای اینکه اینطور وقتی هم خواهر و برادرها رو اینطوری بکنی اینا با هم خیلی خوب میشن. هر وقت بچه هم با هم خوبن بهشون پاداش میدین، ماچشون میکنین، پارک میرین، خیلی دیگه هر چیزی که خودتون تصمیم میگیرین مناسب این داستان هستش. در همین این مورد یک مسئله دیگه ای که پیش میاد، مسئله ایه که ما بجز رشد فیزیکی خودمون که قابل دیدن هستش، بقیه این رشدایی که ما میخوایم صحبت بکنیم، جنسی و احساسی عاطفی، متاسفانه دیدنی نیست. یعنی فیزیکی خب میبینیم بچه بزرگ شده، قد کشیده، هیچ بحثی در رشد فیزیکی بچه ماها نداریم. رشد احساسی، عاطفی و جنسی هم عین همین هستش و من مخصوصا این دوتا رو انتخاب کردم برای اینکه این رشد عاطفی، جنسی و احساسی همش با رشد فیزیکی و حال خوب بچه های شما کمک میکنه. در نتیجه یک سلایدی برای شما درست کردیم راجع به EQ Emotional Development، یعنی اینی که ما به جز IQ که طرف چپ مغز ماست، ما IQ بچه هامونو نمرمون 20ه، کلاس، تیوتر، کاراته، نقاشی، مدرسه، یعنی تمام اینا موضوع قسمت IQ و هوش و استعداد بچه هامونه. قسمت طرف راست که قسمت شناخت احساسات همدیگه و درجاتی که این احساسات ما رو به اون oneness of mankind، تمام دین ها، تمام مسائل ایمانی و اسپریچوال هم همینو میخواد به ما یاد بده که ما به یه جایی برسیم که این عشق و این ایثار رو از ته دلمون انجام بدیم. منتها درجه داره، من اینا رو 11 درجه کردم برای اینکه از هر جایی شروع بکنین شما میتونین اون وقت اون قسمت رو کامل کنین بریم به قسمت بعدی. So kids, this is how you learn to feel good about yourself and to be really smart emotionally. I know you're all high IQ, but we want you to be smart emotionally. بچه هایی که رفتن در این مدرسه ای که اسلحه برداشتن همه رو کشتن، اینا رو وقتی که تستشون کردن، اولا از خوب فامیل خیلی ناجور بودن، ولی بچه های خیلی با استعداد های IQ بودن بدون EQ. یعنی شما اگه از من بپرسین بچه باهوش باشه یا با احساس که فیلینگ منم بفهمه کدومو میخوای، من اول EQ میخوام. اینو ما اگه امشب با هم یاد بگیریم، ما we're in business of parenting. من به انگلیسی I wrote this in English so you guys can understand what I say in Farsi. اولین کاری که ما باید بکنیم، اینم سن و سال نداره، hopefully از وقتی به دنیا میایم، ولی از همین امروز شما ببینین کجا قرار دارین ازش میرین جلو. قسمت اولش قسمتیه که ما ایرونیا نمرمون 20ه براش. احساسات خودمون رو، خواسته های خودمون رو خوب میدونیم و این فقط قسمت اول رشد احساسی، عاطفی، رفتاری، جنسی، همه اینا به هم وصله. ما احساسات خودمون، عقده هامون، کامپلکسمون، خوبی های خودمون، بدی های خودمون رو اول باید بفهمیم. قسمت دوم، تمام این چیزها رو در مورد افراد خانوادهمون هم باید بشناسیم. بعد از اینکه شناختیم، قسمت سوم، با احترام قبولش کنیم. ما اینجا دکتر نیستیم که همدیگر رو عوض کنیم.
ما با تمام خودمون کمبودامون و خوبیای خودمون با هم کنار میایم. در نتیجه قسمت سوم قسمتیه که اگه انجام نشه و ما با احساس و امپاتی به انگلیسی بهش میگن I have to understand my children, my children should understand me and my limitations. همینطور با هازبند، همینطور با وایف. اینجاست که جنگ مغلوبه میشه. اگه این کار نشه، به جای حرف زدن با هم که احساساتمون رو به هم منتقل کنیم، با هم دعوا میکنیم، استرس میگیریم، انگری میشیم، خشم داریم، بد اخلاقی میکنیم، جر و بحث تو خانواده ها به همین دلیل شروع میشه. در نتیجه اگه باز برین عقب و ببینین کجا گیر داشتین، ما میتونیم اون گیر رو رد بکنیم. تنها موقعی که شما در زندگی فامیلی با هم خوشحال و خوبین وقتیه که این احساسا با از طریق مکالمه با هم حرف زده میشه و برای هر موضوعی یه راه و راه چاره پیدا میکنیم. ما راه چاره خیلی کم پیدا میکنیم. فایده نداره داد بزنیم. Even the teenagers, if you want to scream and want something, you can be my guest. But you have to find a solution. And solution is only by talking. Please talk to each other. در صحنه نگاه میکنیم به یک مقداری از مشکلاتی که ما با بچه هامون داریم. Play two, one act. برات خریدم از خوشگلی. این بلوز برات خریدم. امشب تو پارتی بپوشی شیک و خوشگل بشی مثل ماه. بیا یا برای میذاره پوزتو به دوستان بدم. مام باز تو از من نپرسیدی. مدلش دوست ندارم. بیریخته. پرسیده باشم از این شیکتر چی؟ آخرین مد راه را منم سفید و سیاه بلومین دل تازه حراج هم نبوده رکسا. قشنگ امشب میپوشی شیک میای همه دوستان ببینم من چه دست گلی دارم. دختر خانم ماه از این بهتر چی مادر قربونت برم بپوش. مام میتونم ایمیو بیارم پارتی امشب؟ ایمی مادر من بهت بارها گفتم فقط با دخترای ایرونی اونم اونایی که من خانواده‌شون رو میشناسم میتونیم عاشق کنیم. ایمی که دوستام از همه جا هستن. If I only hang out with Persian girls همه میگن که فوب هستم. خب بگم فوب اصلا فوب چی هست که اونا بگن تو فوب هستی؟ فوب بگن باشی حرفا نداره مادر. میدونی که با کیا میتونی معاشرت کنی با کیا نمیتونی معاشرت بکنی. با من بحثم نکن رکسارا. من سن تو بودم یه خونه رو میچرخوندم میام تو اتاق تو اینقدر ریخت و پاش و زندگیت ولو بشوی که اصلا حرفش هم نزنا. با من بحث نکن. You don't understand me, you never will. I hate this shirt and I hate you. در این نمایش منظور ما این بود که خیلی فست، خیلی تند و سریع و خلاصه نشون بدیم که چی میشه که ما با بچه هامون دعوا میکنیم. اصلا راستشو بخواین هیچ کدوم از اینا لازم نبود اتفاق بیفته. ما بچه هامون خودشون میتونن بلوز خودشونو بخرن. به اجازه بدین بهشون که چویس داشته باشن، انتخاب کنن. هیچ وقت برای تینیجراتون از من بشنوین لباس نخرین، خودشونو ببرین. این خانم همینطور خوشحالی میکنه اینجا. احساسات بچه ها و اینی که از خودشون احساس اطمینان بکنن با همین چیزای کوچیک درست میشه. شما سعی بکنین که هر جایی میتونین بذارین تصمیم بگیرن، چویسا رو بهشون بدین. چویس بزرگتر با شماست. البته من بچه‌م اجازه نداره تو بالکونی بره که ممکنه بیفته پایین، ولی اگه بالکون بسته است دیگه تو اون اتاق میتونه هر کاری خواست تا اونجایی که خطرناک نباشه انجام بده. اگر نه اشتباهات ما در دوران تینیجری همین جور میشه که من خیلی تو دفترم میبینم این داستان I hate you که اصلا please do not say I hate you to anyone. Maybe you can say I don't like what you're saying or I don't appreciate what you say. ولی you don't say I hate the whole you. It's like it's scary. بچه های ما خیلی دوران سختی رو واقعا میگذرونن وقتی که بزرگتر میشن و بچه هایی که تینیجرن هورمونا کیک میکنه، بچه ها علاقه به جنس مخالف پیدا میکنن،
You like guys and girls when you're a teenager, and it's really normal. امروز من نزنین شما. مسائل و تغییرات بدنیشون اتفاق میفته، جوش میزنن، چاق میشن، لاغر میشن، دماغشون بزرگ میشه. همه اتفاقی برای این بچه‌ها میفته، به اضافه اینی که یک عالمم چیز باید یاد بگیرن. در نتیجه ما با تینیجرامون باید بشینیم و حرف بزنیم و بهشون کمک کنیم یه ذره تو خونه محیط آروم باشه که اینا ریلیس کنن اینو. اگه نه بچه‌ها سه جور تلافی میکنن. That's how you give us a payback time if you're not happy. یا لباسای عجیب غریب میپوشن، یا به همه جا سوراخ میکنن همه جای بدنشونو، یا درس نمیخونن. و این در واقع به بچه‌ها میخوام بگم if you do this, this is something that you're doing to yourself to hurt yourself. You're not hurting your parents really. Even if it's a payback time, this is not going to hurt your parents. This is going to hurt you and your future in this country. So you should talk instead of getting angry. چهار تا کلمه براتون دارم دوباره: احترام، کنترل، اعتماد و مکالمه. اگر اینا انجام بشه، و من برای اینکه وقت نیست برای کمیونیکیشن و کنترل یک فلایرم آماده کردم که گذاشتم در اختیارتون. یه وقت یه موضوعی هم من دلم میخواد به شما بگم. بعضی وقتا همه کارام خوب انجام میشه، پدر و مادرم اوکی هن، خب همه اشتباهاتی میکنیم، ولی بچه از اولی که به دنیا میاد نارامه، یا خشم داره، یا خیلی گریه میکنه، یا ADD داره، یا وسواس داره، یا یه کار عجیب غریب میکنه. شما وای نستین هی فکر بکنین این مال سنه. هر موقع یه پرابلمیه که نمیدونین چرا، با یه متخصص در میون بذارین، وای نستین تا این موضوع با خود بچه بزرگ شه. چون مسئله ژنتیک، به نظر من 60-70% مشکلات ما مسئله ژنتیکمونه که میاد از پدر و مادرها، 30-40% هم محیطه. در نتیجه منتظر نشین که اشتباهی پیش بیاد. در نمایش بعدی اهمیت وجود اتحاد و همبستگی و توافق و مکالمه خوب و مداوم و با احترام و بین زن و شوهر که باید باشه میبینیم. Play 3, Act 1. میخوام برم پارتی امشب. پارتی کی؟ You don't know him. اسمش جانه. جان؟ منم نمیشناسم. پارتیشم تو میخوای بری؟ پسر دخترم هست اصلا حرفشم ازن رخصانه جون. مام همه دوستم میان پارتی. نه 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 قربونت برم بیان. پسر و دختر یه پارتی باشه تو هم بری. بابات پدر منو در میاری. ما ایرانی هستیم، از این برنامه ها نداریم. توی امریکا هستیم نه ایران. خب باشیم تو امریکا باشیم، ولی نمیتونیم. ما باید با سیستم خودمون زندگی کنیم. بابا تو به جون من ننداز. چرا بابا اینطوری میکنه؟ آخه من نمیتونم مامی جان. ما پارتی هایی که هم دختر و هم پسر باشن و خونه ای امریکایی که ما به نشناسیم اصلا فکرشان نکن. من میرم whether he likes it or not. یعنی چی قربونت برم؟ من اینجوری نمیشه. میدینی یه دقیقه سب کن ببینم رکسانا چیکار میکنم. تو هم میخوای بری پارتی، حق داری، اونم که پدر من در میاره اگه بفهمید. میدونی چیه؟ بهش میگم رفتی خونه نازگو، برو پارتی جان، فقط قول بده سر ساعت 10 خونه باشه، دیرتر نیاری. باشه باشه. پدر منو در میاره بابات بفهمه. باشه قول بده. باشه مامی. در قسمت دوم چند ماه از این داستان‌های پنهانی پارتی رفتن‌ها گذشته و دوباره یک بار دیگه بچه به پارتی دعوت میشه. Play 3, Act 2. آب قربونت دارم. چطوری رکسانا جون؟ سام پارتی داره، میخوام برم. سام کیه؟ باز شروع کردی رکسانا باز پارتی؟ پسر دختر اصلا حرفش مام دفعه پیش گذاشتی که برم یواشکی. نه دفعه پیشم اشتباه بود دیگه، اصلا فکرش هم نکن رکسانا جون، اصلا حرفش هم نکن. سام کیه؟ پارتی چیه؟ باز بابا تو به جون من ننداز رکسانا. دوباره یه شری اصلا حوصله دعوا مرا. دوباره لایک کن بهش. نه نمیتونم قربونت دارم. چی گرفتاری شدیم توی مملکت قربت؟ بین این دوتا اینو بگیر اونو بگیر، نمیشه رکسانا، نمیشه. اگه نمیذاری برم، میرم به بابا میگم که همیشه یواشکی میذاری که برم. رکسانا چطوری همچین کاری میخوای بکنی؟ اگه بخوای بری میتونی بری، ولی سر ساعت 10 باید خونه باشی. نه نمیتونی، این پارتی ساعت 9 شروع میشه. 9 شروع میشه؟ من میگم 10 باید خونه باشید. 9 نرو پارتی رو رکسانا. بابا تو به جون من میگم. نه اینجوری نمیشه رکسانا، بابا تو به جون من انداز، دعوامو میشه.
میتونی بری. باز میگم خونه نازگل خیلی خوب، ده خونه باشی ها. مامان ساعت 9 شروع میشه، پلیز کامان لای کن دوباره. عجب بساطی، کاش هیچ وقت این کار نکرده بودم. رکسان سالها شما خودتون میتونین برای زندگی ها و چیزایی که میبینیم خودتون اجاستش کنین، ولی به طور کلی عدم توافق پدر و مادر روی این قانونگذاری ها برای بچه بزرگ کردن اصلا خوب نیست و شما، من ترجیح میدادم اصلا بچه این پارتی رو نمیرفت با اینکه این قانون یه ذره فر نیست به قول همه بچه ها، ولی بهتر بود که دروغ نمیگفتیم به هم و مدل برداری دروغ گفتنم باعث میشه که بچه ها هم این دروغ رو یاد بگیرن. بچه هم فهمید که احترامی که در کار نیست، از آب گلالودم ماهی گرفت، بعد مادر رو تهدید کرد، تحکم کرد و خلاصه یه مسائل سردرگمی شد. مسئله جنسی هم اینجا مطرح شد. شما یادتون باشه که ما توی امریکا دختر و پسر زیاد نداریم، همه با هم هم مدرسه هستن. وقتی که ما میگیم با پسر یا با دختر نرو، همون آن مطرح کردیم که این بچه ها کنجکاوی زیادی پیدا بکنن در مورد پسر و دختر، ولی اگر آزادشون بذاریم این بچه ها خیلی آرامتر از ما میدونین از یه فرهنگی میایم که سکس و مسائل جنسی تابو بود، صحبت نمیشد راجبش، برای همین هم هست ما اینقدر جوکای عجیب و غریب داریم، تلافی در میاریم با جوکا. ولی خواهش میکنم با هم همدست باشین و مسائل رو با بچه ها عنوان بکنین. فرهنگ امریکایی رو من اعتقاد دارم خیلی بیبندوبار و بزرگه و نابجاه و بچه ها رو خیلی زود میذارن که برن هر کار خواستن بکنن. فرهنگ ایرانی خیلی نوشتم اینجا بی نهایت محدود، تعارفی و نگران. میدونین ما هممون استراب داریم به خاطر اینکه مامانامون و مادر بزرگامون و مادر بزرگای مادر بزرگامون هم استراب داشتن. فرهنگ ما فرهنگ استرابیه، دلیلش رو برای یه جلسه دیگه میذاریم، ولی به هر حال ما لازم نیست تاریخ تکرار بشه. بچه ها رو آرام بدون استراب بزرگ بکنین تا بچه های خوش، نسل بعدی ما بچه های خوشحال تری بشن. از لحاظ رفتار اجتماعی سه جور ما در خونه یاد میگیریم. یکی اینه که رفتار مادر پدرمون رو کپی میکنیم که راجبش صحبت کردیم، در نتیجه حرفایی که والدین میزنن رو حساب باشه، کاراشون رو حساب باشه، برای اینکه ما وقتی به دنیا میایم اولین چیزی که ریکورد میکنه سیستم ما بچه درون ماست. جای دکتر هولاکایی خالی، بچه درون ما اولین چیزیه که همه چیز رو ریکورد میکنه، از احساسی که ما از به دنیا اومدنمون تو اون خونه گرفتیم. بعد این بچه همون تو میمونه تو مغز، از 2 سالگی پرنت والدینه، در پرنت یعنی والدین، بچه ها هر جا گفتم والدین، والدین درون ما هم شروع میکنه فرم میگیره دیگه. اون تمام بحثا خوبیا و بدیای مادر پدر ما و بچه ها تو خونه است. حالا به اضافه این از 6 سالگی که میریم مدرسه اون ادالت ما، اون وجود خود ما فرم میگیره. اینا همه توی باکس جا هم نداره که کش بیاد. هر چقدر که بچه و اون پرنت رو ما کنترلش کنیم، اون ادالت تک چارج میکنه. ما به بچه هامون میخوایم یاد بدیم که اموشن اون بچه رو و اون تحکمای اون پدر مادری رو کنترل کنن که اون فرد بالغ موفقی که ما میخوایم رو جلو ببریم. طرز دومی که ما یاد میگیریم اینه که تو مدرسه آموزش میگیریم و یا به همون حرف میزنن. تمام حرفایی که دوستای بچه ها میزنن اینجا رکورد میشه. خواهش میکنم teenagers, kids, you have to have good friends. دومین خطری که بچه های ما رو بعد از دراگ تهدید میکنه دوست بده. و من به شما یه چیزی بگم، دوست بد رو به خونتون راه ندین. شما اگر فکر کردین که یک دوستی مناسب بچه‌تون نیست، راش نمیدین تو خونتون. بچه باید، این یکی از اون چیزهایی که ما محدود رو معین میکنیم. نترسین از اینی که کنترل داشته باشین و قوانین خوب رو بذارین. توی اون قوانین خوب بچه ها برای خودشون کیف میکنن. قوانینی که میذارین
نوع سومی که ما یاد میگیریم از طریق یا جریمه شدن یا پاداشه. من پیشنهادم اینه که پریز، پاداش و ریورد رو به بچه ها خیلی زیاد کنین که بتونین وقتی که یه چیزی ناراحتتون میکنه بهش توضیح بدین، بهش پنالتی بدین که بتونه یک هماهنگی خوبی داشته باشه. پس ما اینجا یه دور دیگه بگم: تراست، اطمینان، احترام یا ریسپکت، کنترل، دیسیپلین و قانونای خونه رو میذاریم و الا تاریخ دوباره میتونه تکرار بشه و خانواده ما خودمون اون چیزاییو که نبوده برامون برای بچه هامونم تکرار نکنیم. با هم به یه چند تا تکنیک از این باره نگاه کنیم. Play 4, Act 1. من درست کنی. دو هفته از من رو لنگ گذاشتی. یعنی چی؟ با خانوادم قبول شد. این حرفا رو هم قبول نمی‌کنم. یعنی شده رو بگه شوخی نیست. تمام کار من رو لنگ گذاشتی. ابدا. ابدا. همینی که گفتم. حرف زیادی هم نزن. صدات هم بیاد پایین، خفه شو. باید بیاد کامپیوتر من رو درست کنی. سرت هم نباشه. مسخره بازی. همینه که از مردی که بیشعور. شات آپ. الکسیا چقدر تلویزیون صدا میکنی؟ این همه کوفتی چشتو کور میکنی؟ بیا عقب بشین. صدای اون ماسماسک وامودرم ببر. کلم ترکی. مشقاتو نکردی اصلا نشستی پای تلویزیون؟ نه. پاش برو مشقاتو بکن. بعدن نه. همین الان. پاش برو مشقاتو بکن. صدای اون وامودرم ببر. نمیفهمی گفتم بعدن. الان وقتی بهت میگم مشق بکن، همین الان. نه گفتم بعدن. شت آپ. با هم به نحوه صحیح رفتار با بچه نگاه میکنیم. Play 4, Act 2. الو، کجا درست کردین آقا؟ یه نفر فرستادین، آمدی بدتر سیستم کامپیوتر من به هم ریخته. دو هفته از الان من منتظر این سیستمم. نه آقا، کار من به این مسئله بستگی داره. یعنی چه؟ حالا بیا با ایرانی کار کن. همینه داستان دیگه. نه خیر، باید یکی رو بفرستی درست بکنه. اصلا هم همچین چیزی نیست. من بیشتر از اینم نمیتونم صبر کنم. آدمی تو بفرست درست بکنه. تموم شد رفت. من الان بیشتر از اینم نمیتونم حرف بزنم. خیلی هم عصبانی ام. دخترم هم اینجاست. نمیخوام بیشتر از این داد و بیداد بکنم. فردا میفرستی نفر سیستم کامپیوتر منو درست بکنه، وگرنه خودت میدونی و من. بله. تموم شد رفت. همینی که هست. خدا حافظ. دو هفته است ما در این منو منتظر گذاشته بیاد سیستم کامپیوترم درست بکنه، هنوزم نیومده. الکسیو جون چیکار میکنی مادر؟ تلویزیون نگاه میکنم. خب مشقاتو کردی داری تلویزیون نگاه میکنی؟ نه. پاشو قربونت برم. بله. پاشو برو مشقاتو بشین بکن. اتلیوار اگه بری مشقاتو به موقع تموم بکنی بعد با همین شیر از شطرنج میزنیم. چطوره؟ ای زنده با دختر خوبه. صحنه اول، مادر کنترل نداشت، مکالمه با لحن بلند، حرفای زشت، شاتاپی که گفت پس گرفت و احترام زیادی نبود، رفتار بدم کپی شد. در صحنه دوم مادر رو سعی کردیم نشون بدیم که از لحاظ اینکه عصبانیه، جدن عصبانیه. یعنی واقعا بعض وقتا ما میخوایم سر یک کسی رو از تنش جدا کنیم، ولی فایده‌ای که نداره. نهایتاً خودش رو تونست آرام بکنه. به شهرزاد گفتم مدل کردی خودتو آرام کن، چون میدین کردا خوب عصبانی میشن، و گفتم همونطور به مدل کردی خودتو آرام کن که بتونی مسائل رو از هم جدا بکنی، چون بالاخره اون کامپیوتر یا درست میشه یا نمیشه، این به کسی مربوط نیستش. ما مسائلمون رو تو خونه نباید بیاریم و نگذاریم که بچه هامون رنجیده بشن. در ضمن اینسنتیو و ریوردی هم به این بچه آخر سر داد، گفت اگر که کاراتو بکنی منم با تو یک سپیشل تایم میذارم که با هم شطرنج بازی میکنیم، چون شطرنج احتمالا مورد علاقه بچه بود. یه مثال دیگه از مسائل رفتاری اجتماعی رو نگاه بکنیم تا برسیم به مسائل جنسی. Play 5, One Act. بستنی میخوام. داره بذارم شام درست کنم. شام که خوردیم بستنی برات میارم. نه مامان، الان بستنی میخوام. نه قربونت برم، الان وقت بستنی نیست. چه شام تو میگیری؟ الان بستنی میخوام. الان حواس بستنی. بستنی. یعنی فردا وقت درست. نه الان. فردا که برات دوست. مامان گفتم الان. خیا پرتقال. الان. بستنی.
اسمودی میخوام. بستنی مامان، بستنی میخوام. مامان بستنی میخوام. قربونه پسرم برم. مرسی مادر جون که متوجه شدی. حالا که اینقدر بخوایی باریکلا. پاشو با هم زودی میزو بچینیم، بعدش هم یک کامپیوتر گیم با هم بازی کنیم، چطوره؟ باش. قربونت برم. امیدوارم به همین سادگی بشه ها. من اینجا یه تکنیکی میخوام به شما یاد بدم که دختر من 16 سالشه، تا من این تکنیک رو به کار میبرم میگه باز دوباره تو دیسترکت کردی. ولی خیلی تکنیک خوبیه. ما دیسترکشن یا اینی که حواس بچه رو از یه چیز به یه چیز دیگه ببریم نمرش 20ه، چون مغز تا یه اینفورمیشن رو میگیره اینفورمیشن قبلی رو میخوره. مثلا شما الان ببینیم ما غمگینیم، اگه الان با هم بریم یه فیلم خنده دار مغز کاملا جهش پیدا میکنه، ولی اگه یه فیلم گریه دار بدیم چون از قبل ناراحت بودیم دابل هیت میشیم، بدتر میشیم. ما هدفمون اینه که تو زندگی بهمون خوش بگذره، چرا بخوایم گریه کنیم؟ حیفشه. در نتیجه مادر اومد این تکنیک ایگنور کردن. شما مادر سعی کرد به هر وسیله چویس داد بهش، گفت فردا از مدرسه برات بستنی میخرم، میخوای سموتی درست کنی، میخوای آب پرتقال. بعد از یه مدتی اگر بچه دیگه رفتارش خوب نیست از 0 تا 10 نمره بدین. 8 و 9 و 10 خطرناکه یا خیلی مهمه، ولی بستنی و اینی که حالا این مثلا جیغ بزنه برای من 3. در نتیجه اونو ایگنور کرد. بلا فاصله که بچه 1 درجه از این حرکت کمتر کرد خودشو و 1 دقیقه آروم نشست، اونو گرفت گفت مرسی که دیگه جیغ نمیزنی لاغر و حالا با هم یه بازی میکنیم. اینطوری ما با دیسترکت کردن و ایگنور کردن We're in business of parenting, guys. دفعه اولیه که من در مورد رشد جنسی و مسائل جنسی sex education and sex، به قول بچه ها همه میگن gross. Sex is not gross. And we would like to talk about it because it's really normal to know about the sexual development and you guys need to know what's happening to you as you're growing up. Sex education و رشد جنسی ما ایرانی ها در تولد نمرش 20 بود، برای اینکه ما رو عشق و محبت میدادن، شیر مادر، بغل کردنا، هاک کردنا، تمامش اولین مرحله رشد جنسیه. نمرمون از قسمت 2 سالگی 0 شد در ایران. در 2 سالگی، 3 سالگی اولین سوالهای کنجکاوانه بچه شروع میشه. همونجا بود که به ما گفتن راجع به این موضوع حرف نزن. و اتفاقاً چون به ما گفتن حرف نزن ماها همه خیلی کنجکاو شدیم و این همه جوک جنسی داریم. مرحله اول رشدی ما هممون توش خیلی پرابلم نداریم، عالی هستیم، ولی در قسمت دوم و بقیهش یه مقداری باید با هم صحبت کنیم. دفعه اولیه که من یه مقداری بازتر صحبت میکنم، بچه ها هم هستن، مواظبم هستیم و با هم به عنوان اینجا ما خیلی خانوما و آقایون دکترا رو داریم، متشکرم آمدین و قرار شده که یه موج جدیدی رو در این مورد در لس آنجلس شروع بکنیم که پدر و مادرها و بچه ها راجع به این موضوع هم با هم حرف بزنن. در ایران مادر بزرگ ها، حالا نمیدونم مادرها اینو میگفتن یا نه، به مسائل جنسی میگفتن مسائل خاک تو سری. و شما از همین کلمه بگیرین و برین ببینین وضع ماها چجوریه. بچه هامون لازم نیست براشون این مسئله تکرار بشه. وضعی که برای ما پیش آوردن در ایران
و ما نمیخوایم پیش بیاریم چون رشد جنسی رو شماها نمیبینین دلیل نمیشه اتفاق نمیفته. من به شما قول میدم همین سناریویی که من به شما میگم اتفاق میفته، فقط اگه بخواییم مجسمش بکنین یه بچه یه ساله رو بگیرین که راه افتاده، دست و پاشو ببندین، 3 سال دیگه 10 سال دیگه باز کنین، بعد بگین شما میخواییم بدوی. این بچه سالها فیزیکال تراپی لازم داره. یادمون باشه که ما رشد جنسیمون قابل دیدن نیست ولی وجود داره، پس احساسامون رو به هم میخوایم بگیم. من خیلی از مسائل رو چون وقت نیست در این کتابچه برای شما فراهم کردم و خواهش میکنم اگر دوست دارین رو با خودتون ببرین. This is a book for kids and for parents. یه جوری نوشتم که با هم سوال و جوابا رو جواب دادم، سیفه، خوبه، جالبه، خطرات و احتمالات و استاتیستیکس آمارای زیاد توش داره، در نتیجه آگاهی میده و یه بحث رو شروع میکنه. پس ما الان راحت تریم، هر چقدر بیشتر راجبش بدونیم و حرف بزنیم با هم راحت تر میشیم. منتها ما یه مشکل بزرگ دیگه داریم، امشب مشکلا رو میگیم. ما به چه زبونی میخوایم در مورد مسائل عمیق عاطفی، احساسی و جنسی صحبت کنیم؟ بچه های ما فارسیشون برای استفاده از این کلمه های تکنیکی سخت خوب نیست. ما هم ممکنه انگلیسیمون خوب باشه ولی انگلیسی که این کلمه ها رو توی مدرسه ها ما نرفتیم. با هم نگاه بکنیم به مشکلات زبانمون. با هم یک قطعه نمایش رو میبینیم. Play 6, one act. الو، جونه مامان سلام. چطوری شما؟ من خوبم قربون شما. شما چطوری؟ بهتری؟ خاطر نام بهتری؟ آره. چی؟ کی؟ ای بود، من هفته پیش دیدمش، چرا چیزش نبود؟ آخی بمیرم. خفل مزمون. باید کفلکی، حالا نمیخواد شما تنها بمونین امشب خونه. باشه شام بیاین پیش ما. آره یه چیز درست کردم دور هم میخوریم. آره بچه هم هستم. آره عدشیر هم خوب و خونه هست. آره 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 باشه بیاین پیش ما. نه دی خودی خودتون رو ناراحت نکنی. حالا دارین میاین دیگه. خیلی خوب. چشم گوشی دستتون باشه. مادر بزرگت میخواد با حرف بزنه. مادر فارسی باش حرف بزن. حالا بزن دیگه یه ذره چی میشه؟ های مامان بزرگ. بله. آره خوب. آره امشب امشب اوکی. گوشی با یه کلمه با این حرف بزن تفلن. مامان جون پس میبینم اتون شب. آره قربونتون برم، خودتون اذیت نکنی. آره زودتر بیا. قربون شما، خداحافظ. پای بمیرم تفلکی. چی شده؟ میشناختی خانم حمیدی رو دوست مامانی؟ دیده بودیش؟ تفلکی اینقدر مریض شده حالش بده که خدا میدونه. یه قده تو رحمش پیدا کردن، سنگ کلیه هم داره رد میکنه. وای خدا بیداده شده چه دردی داره. قده دیگه، قده تو رحمش و سنگ کلیه. ببین مثل یه بال اینجا، like big ball اینجاش. بعدم سنگ کلیه دیگه استون آره انگلیسیش همینه، تومرستون داره. آره مادر چقدر درد داره این تومرستون. تا این تومرستون بیاد و بره و اینا خیلی بد چیزیه. این طفل معصوم خب پدرش در آمده طفلکی. مام جونم منم اینجا هم درد میکنه. کجا؟ یه سنسیشن دارم. چی داری؟ یه فنامونال فیلینگ. ای با خدا مرگم، این چی هست؟ مگه دکترم اینجا درد میکنه. آخو چی جوری؟ چی چی؟ اینطوری میشه دیگه. ای بای عرقشه؟ یعنی چی؟ نمیتونم چی بگم. کجا درد میکنه آخه؟ اینجا مگم. آخه این چی؟ عکس بگیرم اینجا. اینطوری میشه. چی؟ آخه چیکار می‌کنی؟ چیزی دیپرس میشم. دیپرس؟ دیپرس؟ برای چی دیپرس؟ اینطوری. وای اردشی. یعنی چی؟ ما بریم الهی. چی بگم؟ آخ آخ آخ. تبم داری؟ نه. نه چی شده؟ آخه اونجا چیه؟ تب اینجا. من اینجا به انگلیسی عقلا بگو چی میشه؟ من که نمیفهمم. ابدومن. ابدومن چی؟ ابدومن ابدومن. بذار ببینم. این دیکشنری کجاست؟ دیکشنری. ابدو چی بود اسمش؟ ابدومن. الان پیداش میکنم. یه دقیقه صبر کن. دیکشنری بیا. حالا که الان دیکشنری رو میخوام نیست. عبدو نه
من ابدومن ابدومن یعنی مرد ابدومرد 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 درد میکنه وای اردشون خیلی بده خیلی خطرناکه حالا چی میگه یه میتونی نفس بکشن حالت خوبه آره. بیا بیا تو اصلا زنگ بزن به دکتره بگو من ابدومردان درد من چی بگم به دکتر اصلا نمیدونم چجوری توضیح بدم تو رادیو همیش کدوم از این دکترها نایمده بودن که راجب اونجا صحبت این یه حقیقتیه که شاید برای هممون اتفاق میفته و تأثیر انگیزه سعی کردیم با مزش کنیم ولی تأثیر انگیزه افکار دو نسل باید بتونه به هم انتقال پیدا بکنه خیلی موقع ها در دفتر من والدین میان که من برای بچه هاشون حرفاشون رو ترجمه کنم یا در مورد مثلا پریود بچه خودشون خجالت میکشن پریود دخترشون رو میارن که من بگم شما باید یادتون باشه که ما اگر انگلیسی بلد نیستیم یا بچه ها فارسی بلد نیستن همه باید مدرسه برن You guys should have a Farsi tutor Okay? I know one They're not happy about that ولی فکر میکنم که الان دوره این دهه اول مال قرن 21 رو روانشناسان دوره Sexual Revolution اسمشو گذاشتن و اینترنت بمباران اینفورمیشن هستیم در رابطه با مسائل جنسی چند وقت پیش دو خانواده به من زنگ زدن بچه 7 و 8 و 10 سالشون رو بلافاصله آوردن به دفتر من این بچه ها خونه خودشون اینترنت بلاک بود ولی رفته بودن خونه دوستشون یادتون باشه خونه دوست هم اتفاقایی میفته اینترنت رو باز کردن سایت X rated آمده جلوشون و اینا 1 ساعت باور کنین چیزایی رو دیدن که حالا عشق بین زن و مرد قشنگه ولی این فجی بود و بدون اینی که لازم باشه کارتی رو یا پولی رو بدیم من 1 ساعت این بچه ها میتونستن همه چیزو از هر سمپلی 1 روبشو ببینن و بچه ها رو صحبت کردیم باشون وقتی که با هم صحبت کردیم گفتم که دکتر پیرنی I feel much better but I think you have to come to our school because all the kids know the site در نتیجه شما باید مواظب باشین مدرسه آموزش بده شما آموزش بگیرین با هم حرف بزنین ولی به مهمترین کار اینه که I want to tell the kids internet doesn't have a police and it's really important that you save yourself and you don't let what you see in the world traumatize you if there is a problem or if you're scared of a site come and tell your parents من از روی این فقط مراحل جنسی رو میگم بقیه‌اش رو تو کتابچه داریم که جلو بریم تا 3 سالگی که بغل کردن و شیر دادن والدینه 3-4 سالگی بچه ها آناتومی بدن براشون جالبه و میخوان بدونن که پسر از کجا میاد دختر از کجا میاد چجوریه چرا ما با هم فرق داریم و اینا رو در حد سوال و به صورت ساده در 2 کلمه مطرح میکنین و بعد بچه رو دیسترکت میکنین میرین با هم آیس کریم میخورین شما لازم نیست خیلی گیر بکنین توی مسائلتون من فکر میکنم که از همون موقعی که بچه سوال میکنه آناتومی بادی رو اسم درست بادی پارت ها رو به بچه ها بدین هر بدنی جاهای مختلف داره و اسم داره من خانومی اومده به دفترم و اسم آلت تناسلی دخترش رو گذاشته بد آخه شما فکر بکنین که اصلا یه کسی فکر بکنه یه قسمتی از بدنش بده چجوری میخواییم ازش استفاده خوب بکنیم محدودش محدودهیه که شما تصمیم میگیرین من هیچ حرفی ندارم که شما چقدر میخواین به بچه انفورمیشن بدین بر چه اساس فرهنگ و قانون و ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی ولی حرفشون رو گوش کنین و حرف بزنین بچه ها در این سن بازی های کودکانه مثل دکتر بازی و بعد تو هموم همدیگر رو گیر میارن در نتیجه پرایویت ورسوس پابلیک بچه ها باید بدونن که بدن ما بدن محترمیه We have to respect our bodies
People may not respect our bodies. We have to be in charge. Please respect your bodies. It's really, really precious. وقتی که بچه ها حمام میرن دیگه از دو سالگی باید شورت پاشون باشه خواهر و برادرها رو باید بهشون توضیح داد که no one is touching anyone نه در مدرسه نه در خونه و بعضش خواهش کنین اگه چیزی پیش میاد بیاد به شما بگه خواهر و برادرها توی یک اتاق معمولا نباید بخوابن و خواهر و برادرها و برای اینکه من اینقدر میگم خواهر و برادرها برای اینکه خیلی اینسیدنت پیش میاد و برای دوستا و برای اینکه شبا سلیپ اوور میکنن باید با سوپرویژن و سرپرستی بزرگا باشه تمام اتفاقاتی که میتونه بیفته برای بچه ها در این جور موقعیت ها افتاده در نتیجه سوپرویژن سرپرستی شما بهترین کاری که میتونین بکنین از کنترل از پرنتینگ درست و فیر به شرط اینکه اون کارهایی که ما گفتیم دارین انجام میدین نترسین خوبه برای بچه ها یکی از مسائلی که پیش میاد اینه که بچه ها ممکنه یه دفعه گیرشون بیارین که با هم کنجکاوی هایی دارن نمیگیم بهشون اینجا نوشتم چیا میگیم یا بهشون میگیم shame on you یا اگه دست بزنی میفته و یا دستت کثیف شد نه اینا همش اشتباهه و به نظر من ترسایی که ما شروع میکنیم در بچگی یه مقدار زیادش از این موضوع شروع میشه و بعد ترس و استراب در بزرگی میشه من به شما بگم در دفترم برای اینکه نمیخوام اغراق بکنم هر سه ماه یک بار خانومی که عروض ازدواج کرده روز بعدش به خاطر اینی که سکس داشته با شوهرش و بعد تراما دیده و فکر کرده این پر از شرم و گناهه تو کلازت قایم شده بعدم اومده تو دفتر من شما با هم مواظب باشیم که فقط بدونیم که love sex is normal for adults when we're in love we get married we're husband and wife we're mom and dad and then we can have a very close emotional relationship out of our love for each other and for our kids از حدود 6-7 سالگی بچه ها میخوان بدونن که بیبی از کجا میاد چه یه سری سوالایی که من در این کتاب نوشتم وقت کمه نمیگم ولی خواهش میکنم که تا اونجایی که لازمه به بچه ها توضیح بدین که بدونن قشنگ یک ساینس و اینفورمیشن خوب رو بگیرن مسئله مستربیشن یا خود ارضایی یه مسئله خیلی نرمال و طبیعیه نه کور میکنه نه کر میکنه امریکایی‌ها میگن ته دست مو در میاد هیچ کدوم از این کارا رو نمیکنه و موضوعیه که فقط باید بگیم که مسئله خیلی پرایوت خصوصیه و هر قسمتی از بدن یک احساسی داره ولی ما we have to be very careful به کسی دست نمیزنیم کسی به ما دست نمیزنه و این مسئله خیلی خیلی پرایوته و هیچ وقت در پابلیک نباید اتفاق بیفته در از حدود سن 11 بچه ها فیلمی رو میبینن که شما میبینین این فیلم راجع به تمام آناتومی و مسائل دخترها تا موقع ازدواجه بعد در کلاس هشتم وضع حمل یه زن رو که یه بچه به صورت طبیعی به دنیا میاد بچه هامون میبینن فکر میکنم از همه ما بیشتر این بچه ها چیز میبینن این انگیزه ها از کلاس از 6 سالگی تا 12 سالگی دوران خاموشی کنجکاوی جنسی انگیزه ای هست خوشی هست ولی هیچ اتفاقی نمیفته هنوز پسر با پسر دوسته دختر با دختر و بعد از اینی که یه ذره بزرگتر میشن سوالاتشون رو میکنن که جواب میدیم یک قطعه نمایش با هم میبینیم که چطور برخورد اشتباه در مورد مسائل جنسی کنجکاوی بچه ها رو برعکس به وجود میاره Play 7, Act 1 چه خبره مادر؟ چی شده اینجوری؟ چی خبر شده؟ یه چیزی شده امروز تو مدرسه ولی به تو نمیتونم چرا نمیتونی بگی من هر چی تو مدرسه شده باشه میتونی به من بگی ببینشین تو که میدونی همه چی رو میتونی به من بگی برام بگی نه ولی بهم گفتم به هیچکی نگم خب منم به تو قول میدم به هیچکی نگم به بابا نمیتونم به بابا نمیگم
به تدیبه خودت هم نمیگم. به تدیبه را نمیگم. بیا برام تعریف کن مادر بلنم چه خبر شده؟ امروز خب تو مدرسه آره جسیکا و تونی خب مچ کردن گفتن الان هزبند و وایت شد. بله؟ چی کار کردن؟ مام بگی سموچی سموچی کردن. یعنی چی این کارا؟ یعنی هوا هوا کردن. این حرفا رو نزد الکسیا؟ بله وقتی این حرفا نیستا برو دهن تو بشون یک دفعه دیگه ببینم از این حرفا زدی یا دیگه ندیدم اون مدرسه هست یا تحویله من بچه هم فرستادم بخش من شدم بگه این مزخرفات چی یادشون دادم خودت دیدی اینو؟ بله فردا باید بیا ببینم این کبیله ای که مدرسه بچه ها دارن رامیره این فراری میکنن چه جاییه؟ برو برو خدمت دیدستان این بساطیه که مدرسه ملاحظه کنین چطور تمام مراحل رشدی دیگه در اینجا متوقف میشه و من فکر نمی کنم این بچه جرأت پیدا بکنه که یه دور دیگه بیاد صحبتاشو بکنه. به نگاهی میکنیم به رفتار صحیح. Play 7 Act 2. آخه خدا. ما جونم چه خبره؟ چی شده؟ امروز تو مدرسه. خب یه چیزی شده. دلیل بتونه. بگو مامان تو کی میدونی همه چیزا رو میتونی به من بگی؟ نه ولی بهم گفتم به هیچ کی نگم به تدی به خودم هم نگم. من قول میدم به هیچ کی نگم our little secret باقی بمونه. به بابام نگم. چش به هیچ کی نگم به هیچ کی نگم. بشین برام تعریف کن دختر خوبم تو مدرسه چه خبر؟ امروز تو مدرسه. خب. جسیکا و تونی. خب. مارچ کردن گفتن الان husband and wife شدیم. چیکار کردن مادر؟ مام they kissed. They want smoochy smoochy. یعنی چی؟ نه یعنی هاوا هاوا کرد گفته این husband and wife شده. مامان جو husband and wife مال بچه های مدرسه که نیست قربونت برم. لابد یا پدر مادرشون دیدن یا تو تلویزیون یه چیزایی دیدن و تکرار کردن. حالا وقتی آدم بزرگ میشه یکی رو میت میکنه مثل من و بابا لاف که میکنه و بعد مری میکنه اون وقت مارچ و موچی و چی بود هابا هابا اینا شروع میشه ولی مال بچه ها نیست قربونت برم تو هم الکسی جو حواست باشه دختر خوبم اگه تو مدرسه یکی کسی خواست بهت دست بزنه یا بخواست ماچت بکنه یا بخواد هر بازی باد بکنه که به جا دست بزنه uncomfortable بکنه نذاری نه تو به کسی دست بزن نه اجازه بده کسی به تو دست بزنه اوکی okay. قربونه دخترم برم حالا دوست یه بستنی کردم موافقی؟ بله میتونم چه پفاش بگیرم؟ You got it خانم جان بزن بریم مادر شنونده خوبی بود با اینی که ناآرام شد نمیدونست باید چی کار بکنه ولی سعی کرد که بچه مکالمه مداوم خودشو از دست نده بذاریم بچه ها با ما حرف بزنن و بعدم دید که دیگه نمیدونه چی کار کنه به بهانه بستنی باز دوباره دیسترکشن بحثو به موقع عوض کرد تا بره به سراغ کار دیگه دوران تینیجریمون خیلی مسئله داره من میذارم که تو این کتاب نگاه کنین ولی بزرگترین چیزایی که من میخوام با تینیجراتون در میون بذارین این رسپکتیه که به بدن خودشون بذارن اینو در ایران به ما زیاد یاد نمیدادن با هم حرف بزنیم بگیم احترامشو نگه دارن و یه مسئله دیگه assertiveness ما میدونین در زندگی assertive که هستیم میتونیم yes و no بگیم به یه situationی Guys, I know you're tired but when you have to say no to a situation be brave and say no because if you say yes and you don't mean it you get into trouble So saying no میدونین ما در زندان من کار میکردم این کسایی که سکس آفندر بودن ریپ کرده بودن زده بودن کشته بودن و با اینا ما کار میکردیم اسم پروگرام اسرتیو ترینینگ بود و باور کنین بهشون یاد میدادیم که در همون موقعیتی که یارو رو ریپ کردن یا کشتن چجوری باید یه نه میگفتن که توی اون مخمصه نمیافتادن اسرتیونس بزرگترین کمکیه که ما به بچه ها میکنیم هر وقت assertive نیست یه کسی یعنی یا angry و aggressive یا defensive و حالت دفاعی داره ما توی کالچرمون تو فرهنگمون خیلی حالت دفاعی میگیم مثلا شما یه سوالی از من میکنیم من آردی دارم فکر میکنم چی جواب بدم فکر نکنین چی جواب بدین به همون حرف و سوال فکر بکنین که با هم مسئله رو حل بکنیم که angry نشین anger به درد نمیخوره بچه های ما مواظب یه مقداری هم موقعیت های سختی که توی این اینترنت و توی مدرسه هست
باید مواظبشون باشیم و دوستاشون رو مانیتور بکنیم. در امریکا ما در یه موقعیتی قرار گرفتیم که آزار جنسی جزو نمره‌های بالای مسائل بچه‌های ماست. Sexual abuse is the theme right now, guys. You have to be very aware and careful about sexual abuse. معمولاً تمام خصوصیات این که چه کسی سکسیال ابیوس میکنه تو این کتابچه نوشته شده، چون وقت نیست که بگم، ولی یه چند تا علامت داره، یکیشو بهتون میگم. اگر که بیشترم حدود سنای 3 تا 7 سالگی این اتفاق اول میفته، مواظب باشین اگه بچه‌ها خیلی زیادی راجب مسائل جنسی از شما میپرسن یا میخونن یا کنجکاون یا خیلی زیاده از حد با خودشون مسبیشن چیزی هست، نشون دهنده این میتونه باشه که یک کسی اینو به اینا یاد داده و مواظب باشین ببینین که بچه جاش امن و امانه، برای اینکه اگر خیلی در حد زیاد باشه نرمال سنش معمولا نیستش. مسائل هوموسکشوالیتی و مسائل رانندگی و مواد مخدر هم توی این کتاب گذاشتم، چون وقت نیستش خسته میشین. بحث سر اینه که ما تینیجرامونو کاری بکنیم که خودشون کنترل خودشون رو زندگی خودشون رو داشته باشن. و امروز سوال اینه که چجوری باشون حرف بزنیم. آخرین نمایشی که براتون درست کردیم یه نمایش بامزه است. هر 4 تا بچه های شهرزاد هستن و یک شیر تو شیر بزرگیه، صبح میخوان برن مدرسه. خودتون ترجمهش میکنین که یعنی چیکار باید کرد که درست شه. Act, play 8, one act. من رفتم دیگه، همیشه اینطوری میکنی. آخه این چی ریختی؟ اونا چیه تو کلت؟ اون چیه به گوش و دماغ آویزون کردی؟ I hate you. Let's go. بریم به افتخار شهرزاد اردلان، امیر اردلان، الکسیا نهایی، رکسانا پیرنیا، اردشیر پیرنیا دست میزنید. من اجازه بدین سوال اول رو برام نوشتن. پسری به دختر 12 ساله من گفته که از او خوشش میاد
و میخواد با او موقع نهار در مدرسه دیت بکنه. دختر من نمیداند چطور به او نبگوید که دلش نشکند، چون اون پسر خیلی جذاب، خوشگل، دوست داشتنی است. و دخترم میتواند این اولین میداند که این اولین شانس خود را از نمیخواهد که اولین شانس خود را از دست بدهد. من چه جوابی به او بدهم؟ من فکر میکنم که اگر شما برگردیم به سن 12-13 سالگی، درست موقعیه که ما میفهمیم که از جنس مخالف خوشمون میاد، و خیلی هم که خوبه که ما به موقع از لحاظ رشد جنسی داره هورمونامون درست کار میکنه. این یعنی اینی که ما نرمالیم، حالمون خوبه. در نتیجه من اگر جای شما باشم به دخترم میگم که الان چون 12 سالشه، اینها همه دوستای دختر و پسر هستن و دوست دختر و دوست پسر هر دو ویلکام هستن که خونهشون بیان و اونا باهاشون دست جمعی بیرون برن، و اگرم با هم غذا بخورن این یه دوست خیلی خوبشه و میتونه با هم دوستای خوبی باشن. منتها احترام بدن خودش را باید داشته باشه. نگفتن به موقع رو باید تاکید بکنیم و بهش بگیم که برای روابط نزدیکتر هنوز خیلی زوده و به خودش اجازه بده که این موقعیت یه تا 18 سالگی که پسرا و دخترا بفهمن اصلا از چی خوششون میاد. ما میدونیم در ایران لاتری بود، همه زن و شوهرها با هم یه جورایی افتادن، ولی اینجا باید خوب بشناسن تا 18 سالگی که بعد یک تصمیم عاقلانه خوب موفق بگیرن که از تعداد طلاق‌ها هم کم شه. سوال دیگه اگر هست؟ من دو تا سوال داشتم خانم دکتر. یکی این که بین دو تا بچه که تو خونه هستن فاصله سنی 3.5 سال، هر کاری برای بچه اول میکنی باید برای بچه دوم بکنی یا نه؟ دومی این که پسر 13 ساله من از من میپرسه که تو چه سنی میتونم من سکس داشته باشم. بله، چجوری باید؟ سوالای خیلی خوبی کردیم. برای جواب سوال اول، سن بچه ها رو نمیدونم، ولی هر سنی که هستن بچه بزرگتر یه سری حقایی داره و پریویلیجی داره که بچه که 3.5 سال کوچیکتره نباید داشته باشه. شما توجه رو میدین، تربیت رو میکنین، با هم هم اینا رو نزدیک میکنین. 3.5 سال خیلی فرق سنی عالیه، با هم دوست هستن، ولی 100% یه مقدار کارایی رو مشخص بکنین که اونی که 3.5 سال بزرگتره حقش رو داره و موقعیتش رو داره که انجام بده و بچه کوچیکتره نمیتونه. این دوتا رو، این بچه ها رو همه رو با هم مثل گله راه نمیندازیم. ما هر بچه برای هر سن خودش یه شخصیتی برای خودش دلش میخواد داشته باشه. بچه های بزرگتر رو بایستی کمکشون بکنیم که اون شخصیت رو پیدا بکنن، به خصوص که با هم حسودی میکنن. از لحاظ سال دوم، سکس و روابط جنسی داشتن برای ادالته، برای افراد بزرگه که بدونن دارن چی کار میکنن. ما تو زندگی به بچه هامون باید نشون بدیم که یه چیزایی هستش که برای هر سنی آمادگیش نیست، مثل رانندگی که تا 16 و الان هم میبینیم تا 18 خواهد رفت. نزدیکی و اون احساس جنسی و اینی که اجازه بدیم یک کسی به ما دست بزنه یا ما به اون دست بزنیم و اونقدر احساس عمیق عاطفی اکسپرشن لاو رو داشته باشیم، زمان زیادی میخواد و بهش توضیح میدین که الان فکر نمی‌کنین که اصلا آماده یه همچین چیزی هستش، ولی چه خوبه که دوستای دختر و پسر هر دو داشته باشه و بشناسه خودش رو و اینی که احساس خوبی بکنه از خودش در مقابل دوستاش. خیلی موقع‌ها بچهای تینی جری که به گرفتاری میفتن بچه‌هایی هستند که دنبال یک کانفرمیشن میگردن از آدم‌های دیگه یا یه جای دیگه برای اینی که مهمن یا احساس بکنن که اتنشن میگیرن. بچه‌ها خیلی به بیراهه میرن وقتی که این توجه مخصوص رو از محیطی غیر از خونه میگیرن. ما میخوایم مطمئن باشیم که بچه‌هامون از توی خونه‌مون این توجه رو بگیرن، ولی خیلی قشنگ
مستقیم توضیح میدین که اصلاً برای سنش نیست و قبول میکنن بچه ها. خانم دکتر، پسر من خواسته ازتون سوال کنم که 14 سال است تو مدرسه کتکش میزنن بعضی وقتا. به کنسلرم گفته چندین بار ولی نمیتونن، مدرسه نمیتونه کنترل کنه. خودش چجوری میتونه از خودش دفاع کنه؟ یه مسئله خیلی بزرگی که الان توی این مملکت مطرحه و جدن دارن یه کمپین بزرگ براش را میدازن، مسئله بولینگ یا نمیدونم به فارسی چی میشه، قلدربازیه، که 10% بچه ها در مدارس بولی هستن، قلدر هستن. این بچه ها بچه هایی هستن که به خاطر اینی که محیط منزل محیطی نیستش که تمام احتیاجات عاطفی اینا رو بگیره، اینا در یه موقعیتی یا به خاطر کمبوداشون یا به خاطر قیافه بزرگ و متفاوتشون از بچه های دیگه شروع میکنن و بچه های دیگر رو تهدید میکنن و بولی میکنن. بهترین کاری که شما برای بچه خودتون میکنین اینه که باید از حق خودش دفاع کنه. ولی من یه پدری داشتم به بچهش گفته بود برو بزن، کسی زد میزنی. الان فهم کنم تو این سالن هست. نه، کسی اگه بچه ما رو زد ما نمیزنیم، چون امریکا قانون داره و بچه ما رو نمیخوایم اخراج کنن از مدرسه. کسی اگه بچه ما رو بولی کرد، اول از همه از حق خودش و بدن خودش باید دفاع بکنه. You cannot let anyone to hit you to push you. That's for sure. منتها شما یا باید اگنور کنین برین، یا باید برین به مولیای مدرسه بگین و من از پدر مادرها میخوام هر وقت بولی هست تو مدرسه برین خودتون رو قاطی بکنین. این از اون موقع هاست که دیسیژن پرنتس خیلی مهمه و معمولا یه دونه گروه درست میکنن، خود اون بچه بولی هم میذارن توش و در مورد اتفاقایی که افتاده بین این بچه ها از خود اون سوال میکنن که تو فکر میکنی یه کسی که آدم هول میده چی میشه، که ما بتونیم اون احساس ایکیو رو در این بچه ها اضافه بکنیم که بدونن واقعا وقتی که من دارم یه کسی رو اذیت میکنم یا یه مول اینجا داره مسخرش میکنم، چقدر اول از همه خودم از خودم اعتماد به نفس ندارم که یکی دیگر رو باید به خاطرش له بکنم. یادتون باشه هر کسی هر چی از دهنش در میاد، هر جمله بدی از دهنش در میاد یا هر پوت داونی که میکنه از توی قلبش میاد، اون آدم اون رپرتوار رو داره که ازش میاد بیرون، از دهنش میاد بیرون. من هیچ وقت این کار رو نمی کنم، چون اون رپرتوار رو یه روزی در ایران یادمه در دانشگاه روانشناسی که دانشگاه ملی بچلرمو می گرفتم، استاد ما به ما گفت امروز با خودتون تصمیم بگیرین که زندگی فر نیست، زندگی حل مشکله و از حق خودتون دفاع کنین ولی به حق کسی ظلم نکنین. و بعدم گفت زندگی is beautiful، که من اینا رو روی اون کاغذ بر شما نوشتم. مواظب هم دیگه باشین، مواظب بچه‌تون باشین. اگر یه موقعیت شدیدی براش پیش میاد باید بهش کمک بکنین که بولی نشه. بهترین کاری هم که برای ضد بولی بودن هست، اگه بتونه، من به بچه‌ها یاد میدم، خوب یاد میگیرن، اگنور کردنه. چون شما فکر کنین وقتی میخواین به کسی مثلا هولش بدین یا فوشش بدین، دلتون میخواد اونم یه چیزی بگه دیگه، وگرنه به دیوار که ما فوش نمیدیم. بچه ها اگه بتونن این آدم رو اگنور کنن، اون بچه میره سراغ یه کس دیگه. سوال بعدی؟ من پسرم 12 سالشه و میره جونیور های. تو مدرسه حرفایی که میفهمه میاد تو خونه میگه به برادر کوچیکترش. هرچی هم ما بهش میگیم که این حرفا رو نزن گوش نمیده، یا من نیستم تو اتاق بهش میگه، یا من چی حرفای بعد، یعنی اف ورد و اینا. بعد چند سالشه؟ 12 سال. بچه کوچیکه چند سالشه؟ 10 سال و نیم. با هم رقابتی دارن؟ شدید. پسرن؟ باید بیان دفتر من. نه، بذارین چند کلمه بگم. ببینین، ما وقتی که ما با حسودی به دنیا میایم، میدونی یکی از احساساتی که در ذات همه ما هست، جزو همه احساسات بد و خوبی که تو ذات ما هست، یکیش حسودیه. تا یه مقداری نرماله، ولی از 10 و 12 اصلا نرمال نیست و نشون میده که شما فیر نیستین. یعنی قانونای شما، سیستم شما، توجه شما آنفره. من پدری رو میشناسم که وارد خونه میشه یه بچه رو ماش میکنه یه بچه رو ماش نمیکنه. بعد بهش گفتیم آقا شما لطفا هر دو رو ماش کن، گفت اون میاد طرفم این نمیاد. گفتیم خب شما زحمت به خودتون بدین برین اون اتاقش.
نمیشه آخه همچیز. ولی من فکر کنم علتش اینه که این بچه ها احساس خوبی ندارن از خودشون. شما بشینین باهاش بگین که من احساس میکنم که تو ناراحتی و احساس میکنم فکر میکنی من فر نیستم. اون فوری به تو میگه آره تو فر نیستی. بگین بگو چی کار بکنم که درستش کنم. بعدم کلمه های بدو بنویسین و معنی کنین با هم که ببینه نمیترسین. بگین آره این یعنی این، به فارسیش هم این میشه، اینم یعنی این، اینم یعنی به قول پسر من خاک تو سر رو میگفتش که sand on your head. بعد توضیح میدادیم که این اکسپرشن هاست و بعد پرایویت و پابلیک رو میفهمن. شما توضیح میدین که چی پرایویته و چی پابلیکه، ولی پسر شما خیلی انگر داره. با هم تناشون هم نذارین یه بلای سرش نیار. میخواستم از شما سوال بکنم. من پسرم 13 سالشه، الان دوست خیلی زیاد داره، ولی یه چند ماهیه که بیشتر دوستاش فقط دختران، یعنی با تلفن که صحبت میکنه همه دخترن. یه موقع اگه قرار سینما برن دوتا پسرن، 6 تا دخترن. من چجوری باید باهاش صحبت بکنم که سعی بکنه بیشتر با پسرها هم باشه؟ چرا؟ هندسامه. نه، چرا باید با پسرها خیلی باشه؟ نه خب نگرانی؟ نگران نیستم. مثلا وقتی که میره مهمونی، دیشب ما رفته بودیم مهمونی، من دیدم که این همش با دخترها باشون. خب خیلی خوبه، از یه جهاتی خوبه، ولی از یه جهاتی هم دوست دارم درست. که با پسرام بیشتر کامنیکیت داشته باشه. من اجازه بدین که اینو به عنوان یک سپکترومی که بدون اینکه بخوام شما رو بترسونم همه جور سناریوشو عنوان کنم که یه مقدارش رفتی به پسر شما پیدا نمی‌کنید، چون من پسر شما رو نمی‌شناسم که دقیقاً بدونم. اگه یه روز ببینمش شاید بهتر بتونم بفهمم که اون داستانش چیه. به طور کلی 13 سالگی سنیه که پسرها از دخترها خوششون میاد، ولی اگر که خیلی زیاد با دخترها هستن میتونه علائم دیگه ای داشته باشه، یا خیلی پاپیولر نیست با پسرها، یا اینی که گرایشی داره به سمت دخترها، باهاشون راحت تره از لحاظ احساسی. بچه خیلی حساسیه و مسائلی و اکستریمش هم اینه که بچه هایی که، و اینو در مورد بچه شما نمیگم چون خیلی بیشتر از این ساین داره، ولی مثلا خیلی از بچه هایی که از بچگی با چیزای دخترونه سر و کار دارن، لباسای مامانشون رو میپوشن، کفش پسرن کفش مادرشون رو میپوشن، میکاپ دوست دارن، آرتیستن، خیلی کریتیون، خیلی سمارتن، خیلی باهوشن، ولی خیلی حساسن. اینم میتونه یه علامتی باشه برای هوموسکسوالیتی در سنای بالا. ولی به غیر از این پسر شما از یه نظری هم میگم این سپکتروم رو اگه بخوام بکنم، پسر شما درست اون وسطه. الان دخترها بهش توجه میدن، هنسامه و در نتیجه یه موقعیتی پیدا کرده که بیشتر با اینا معاشرت. شما باید بهش یاد بدین که به دخترها احترام بذاره، احترام بدن خودش و دیگران رو داشته باشه. باید یادش بدین که دخترها از وقتی پریود میگیرن حامله میشن. خیلی با هم بحث دارین که بکنین. تو اینجا نوشتم. ولی من فکر میکنم اگه خودتون نگرانی به خصوصی و علائم به خصوصی نمیبینین، فقط محیط رو غنی میکنین، دوستا، کازنا، بچه‌هایی که پسرن رو تمام مدت دعوت میکنین، موقعیت رو بدون این که هی بهش بگین فراهم بکنین که این با جنس موافقم بیشتر آمیزش پیدا بکنه. آخرین سوال. میبخشید، میخواستم اینم محبت بین دختر و مادر، تا شما گفتید هر چقدر باشه اشکالی نداره، آیا ماچ و بوس و هاگ و اینا هم اشکالی نداره؟ در چه سنی؟ در سن 10 سالگی. یعنی با هم هم توی تختن؟ نه تو هم نیست، ولی خیلی با هم دیگه خیلی به هم نزدیکن. به هم دیگه نزدیک. هم دختر شما این احساس داره هم مادر؟ بله. ببینین ما در دوره زندگیمون از کنترل کامل والدین که بهش میگن parental control و regulation، یواش یواش از وقتی که میایم 5 ساله 6 ساله میشیم یه فضایی پیدا میکنیم، چون دوستم پیدا میکنیم و مدرسه و اینا،
که کورگولیت میکنیم سیستمو، یعنی مادر پدر به ما یه فضایی میدن که ما هم تو اون فضا خودمون رو پیدا بکنیم، چیزایی که دوست داریم پیدا بکنیم. چون شما میدونید 13 سال وقت دارین که سپریت بشین از پدر و مادر، و از 13 سالگی بهش میگن ایندیویجویشن، یعنی یه ایندیویجوال میخواییم بشین تا 18 سالگی. این یه دفعه که اوورنایت که نمیشه. برای همین شما، خانم شما و دختر شما، دختر شما اموشنالی مثل یه بچه 5 ساله است الان. از لحاظ ممکنه عقلانی جلو رفته، ولی از لحاظ احساسی هنوز اون سپریشن انگزایتی و اون ترس از رها کردن مادر و عشق مادر رو داره. کمکی که شما میکنین از طرف مادر به بچه است. بچه هیچ وقت نمیخواد سپریشن. من الان ول کنین میخوام برم تو تخت مامانم با مامانم بخوابم کتاب بخونم. این که چیز بدی نیست. ما بچه ها مادرامون رو دوست داریم، منتها مادره که کمک میکنه من تخت جدا، اتاق جدا، خودم کارهای خودم بکنم، و بعد دیگه اینجاست که دوستان رو میارین و بچه رو مشغول میکنین با چیزایی که برای سنش مناسب تره. وگرنه بچه ترسا، فوبیا و ترس و obsessive compulsive disorder، حالتهای وسواسی همین جوری شروع میشه. برای اینکه اگه یه دفعه اون وقت مادر ولش کنه که این استراب میگیره، اگه ولم نکنه که اصلا هیچ وقت این اموشنالی به استقلال نمیرسه. در نتیجه 100% با کمک شما این کار عملی خواهد بود. شما باش وقت صرف کنید.